عملیات کربلای 4 یکی از بزرگترین و پرحاشیه‌ترین عملیات نظامی نیروهای مسلح ایران در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق بود که در دی ماه 1365 به فرماندهی سپاه پاسداران انجام گردید. اما در پی لو رفتن طرح عملیات و با تحمل تلفات بالای انسانی، با عقب نشینی نیروهای ایرانی پایان یافت. سالها بعد پس از آنکه کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران خبر کشف اجساد 175 غواص شهید این عملیات را منتشر کرد، این خبر با واکنش شدید افکار عمومی و انتقاد از افرادی که در شکست آن عملیات نقش داشتند از جمله محسن رضایی و اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شد. نکته تاریک این عملیات آن بود که چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران و مقامات جمهوری اسلامی از لو رفتن عملیات مطلع شده بودند، اما با این وجود عملیات را لغو نکردند و تعمدن هزاران رزمنده ایرانی که بسیاری از آنها نوجوانان بسیجی و یا سرباز وظیفه بودند و همچنین تعدادی از بهترین نیروهای آموزش دیده را به عنوان غواص به قتلگاه دشمن فرستادند. در خرداد 1394 هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ در مصاحبه‌ای با ایسنا توضیح داده بود که چگونه بعد از عملیات کربلای 4 او و محسن رضایی تصمیم گرفته بودند برای توجیه شکست عملیات به یک ادعای ساختگی متوسل شوند. من و آقای رضایی به گونه‌ای خبر را اعلام کردیم که یک عملیات فریب بود، یعنی این گونه تبلیغات دشمن را خنثا کردیم. ادعای مورد اشاره در خاطرات رفسنجانی همان بود که محسن رضایی 3.5 سال بعد آن را به عنوان یک واقعیت تاریخی توییت می کرد. ادعای محسن رضایی در مورد عملیات کربلای 4 فضای افکار عمومی ایران را در ابعادی غیر منتظره به هم ریخت. رضایی در سالگرد عملیات در سال 1397 در توییتی نوشت: با عملیات کربلای 4 به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالانه ما تنها همین بوده است. 10 روز بعد در همان نقطه و در زمانی که نیروهای ارتش بعثی به مرخصی رفته بودند، عملیات کربلای 5 را انجام دادیم. رضایی در پایان نتیجه گرفت که عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شد. الو، الو. الان صدا خوب شد. حالت خوبه؟ آخری مهدتون رو بگیر. جان. خب. بارکالله، بارکالله. اشکال نداره، بگو برن جلو آقای حسین. نه الان همه به ادامه بدن، ساعت 10:30 فقط باید درگیر بشید. فرمانده پیشین سپاه پاسداران پس از واکنش‌های گسترده به توییتش درباره کربلای 4 گفت که از توییت او برداشت اشتباه شده و این عملیات در واقع عملیات اصلی بوده است، نه عملیات فریب، ولی بعداً بنابر هدایت الهی تصمیم گرفتیم برای فریب باشد. خدای متعال به ذهن ما انداخت که الان موقع خوبیه که این تلاشی که ناکام شده همین رو تبدیل به فریب بکنیم. نه اینکه از اول تو ذهن ما این بود که کربلای 4 فریب بشه، ولی کربلای 4 رو چه موقع تبدیل به فریب کردیم؟ 24 ساعت بعد. من هم میگفتم حالا ببینید درجات ما که سرلشکر و سرتیپ نبوده، آقا محسن بوده، برادر محسن بوده. غیر از این بود این که ادبیات همت عمومی این رو بر نمی انگیخت. خب آدم تو این ادبیات حاضره یک جنازه برادرش رو ببینه؟ خدا شاهده خدا شاهده آقای رشید بور من هنوز مهدی باش. مهدی باکری که تو ذهنم میاد کنترل خودم از دست میدم. نه تنها من که چیزی نبودم تو این جریان. من یه نفری بودم، دیدم کشورم اشغال شده، درس و دانشگاه و اینا رو ول کردم، سلاح گرفتم، بعد امام تشخیص دادن منو فرمانده سپاه. چند ساعت بعد آسیه باکری، دختر حمید باکری، یکی از فرماندهان کشته شده در جنگ، درباره اشک تمساح محسن رضایی
با نام بردن از پدرش توییت زد: آقای رضایی، شما قبل از نام بردن از مهدی باکری باید از خانواده شهدای عذرخواهی کنید که فقدان فرزندانشان نتیجه اشتباهات و عملیات فریب شما در مدیریت جنگ بود. سرلشکر یک شبه و دردانه خمینی با اینکه فرمانده اصلی این عملیات بود و برای انجامش حتی به صورت صیاد شیرازی فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش سیلی زد، تا به امروز در هیچ مصاحبه‌ای مسئولیت 5000 کشته و 11000 مجروح این عملیات را به گردن نگرفته است. حال در این مستند به جزئیات مهمی درباره این جنایت جنگی که با هدایت چند تن از فرماندهان ارشد جنگ رقم خورده پرداخته ایم. همچنین به واقعیت ناگفته‌ای اشاره می‌کنیم که تأیید می‌کند لو رفتن عملیات توسط یکی از مقامات نظام صورت گرفته است. پس تا پایان همراه ما باشید. قبل از هر چیز ازتون میخوام تا این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. سال 1365 بود. 3 سالی بود که دیگر سپاه و ارتش به دلیل اختلافهایشان به طور مشترک علیه ارتش عراق عملیات برگزار نمی کردند. در حالی که ایران در بهمن 64 و در عملیات ولفجر 8 موفق شده بود، فاو، شهر کوچک عراق در دهانه اروند رود به خلیج فارس را تصرف کند. ولی عراقی ها برخلاف پیشبینی مسئولان و فرماندهان ایرانی پای میز مذاکره نیامده بودند. ایران نیازمند عملیاتی بود که سرنوشت جنگ را تعیین کند. اکبر هاشمی رفسنجانی، فرمانده عالی جنگ و فرماندهان ایرانی در گفتگوهای خود چنین عملیاتی را عملیات سرنوشت ساز می نامیدند. هدف هم تصرف بصره یا قطع دسترسی عراق به خلیج فارس و صادرات نفت بود، به گونه ای که عراق مجبور شود از موضع پایین وارد مذاکره شود و اهداف ایرانی ها را بپذیرد. اهدافی که در پایین ترین سطح آن پذیرش متجاوز بودن عراق و جبران خسارات حمله به ایران بود، اگرچه در سطوح بالاتر برخی از فرماندهان سپاه از تصرف بغداد و ساقط کردن صدام هم سخن می گفتند. حوادث سال 1365 در میان سالهای جنگ تحمیلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این سال پس از تضعیف راه حل دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به جنگ تحمیلی، افزایش فشار تحریم‌ها و هجوم بی سابقه نیروی هوایی ارتش عراق به مراکز اقتصادی و مسکونی ایران که پس از تجهیز با جنگنده‌های پیشرفته از سوی قدرت‌های غربی شدت پیدا کرده بود، مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند تا هر چه زودتر جنگ را با چند عملیات سنگین به پایان برسانند. مدت‌ها بود که مقامات ایرانی در پی دستیابی به یک پیروزی بزرگ در میدان نبرد بودند تا بتوانند با تکیه بر آن دست بالا را در مذاکرات صلح داشته باشند. خواسته‌های اصلی ایران در جریان مذاکرات صلح عبارت بودند از پذیرش معاهده 1975 به عنوان مبنای حقوقی برای تعیین خط مرزی از سوی عراق، جبران خسارت‌های وارده به ایران و محاکمه و مجازات دشمن متجاوز در یک سازوکار عادلانه توسط نهادهای بین المللی. اما برای دستیابی به این خواستها نیاز به کسب یک پیروزی مهم و گرو گرفتن یک منطقه استراتژیک در خاک عراق بود. به همین دلایل عملیات کربلای 4 طراحی و آماده اجرا شد. وقتی که من تصدی داشتم، همین که گفتم قرار بود در خرداد 60 جنگ تمام بشود، حالا بر فرضی که عراقی ها نمی پذیرفتن، چه تا تر جنگی آماده شده بود که هرگاه به اجرا گذاشته می شد، قوای عراق از قسمتی از خاک تنوز دستونا بود رانده می شد. حالا کودتا کرد. کودتا که کردن قرار بر ادامه جنگ شد. اون وقت برای اینکه این مثلا توجیه بکنن ادامه جنگ رو، آقای هاشمی رفسنجانی با آقای خمینی گفته بود که اگر ما بصره را بگیریم، آتوی قوی در اختیار خواهیم داشت و میتونیم تحمیل کنیم شرایط جنگ رو به طرف مقابل، یعنی مانع صادرات عراق از طریق خلیج فارس بشن. واره دیگه، همین بصره را بگیریم اینطور بشن. نظامی ها که
اصلا میدونستم ارتش چی و جنگ چی و اینا را بطله بودن، یه گزارش تهیه کردم. اینا در نامه هایی که با آقای خمینی نوشتم در کارنامه اینا همه توضیح داده شده. اونا گفتم به این که اولا این کار تلفات خیلی سنگین خواهد داشت، به این آسانی شدنی نیست. در فرضم که بشود هیچ صدمه‌ای به صدام وارد نمی کنه. در اینکه اون صدام از طریق سعودی ها از طریق کویت این به دریا راه داره و میتونه نیازهاشو برآورده کنه، فقط هزینه نظامی انسانی تجهیزات نظامی اینا رو ما از دست میدیم بدون که سودی داشته باشه. اونا متقابلا یه طرح دیگه ارائه کردن که قرار بر اجرای اون طرح شد. اونا از مندلی در ایلام حمله بشود به خاک عراق که به اصطلاح عراق از وسط تحت کنترل ایران قرار بگیره و اونم با کودتا متوقف شد. پس این مسئله این که بصره رو بگیریم از اون وقت تر بوده. این کربلای چهارم برای این بوده که اون به اصطلاح بصره رو بگیرن. و این بصره گرفتن ببینید که 8 سال طول کشید. این همه خسارت، یک نسل ایرانی قربانی شد یا در جنگ از بین رفت یا فرصت رشد از دست داد. نتیجه چی شد؟ جام زرتر کشیدن. نظام ارتشی های ایران چقدر دقیق دیده بودن و اینا نخواستن الا للا برای اینکه جنگ ادامه بدن این اثر رو برسه شد دستاوی. در چارچوب چنین راهبردی قرار شد بنابر درخواست سپاه 1500 گردان نیروی رزمی تجهیز شود، 500 گردان تا پاییز 65 و 1000 گردان تا آخر همان سال. اما نهایتاً با توجه به کاهش شدید درآمد ارزی کشور و مشکل بودجه قرار شد فقط 500 گردان تجهیز شود. سران قوا با اجازه خمینی 25 میلیارد تومان برای طرح عملیاتی سپاه از بانک مرکزی قرض گرفتند. محسن رضایی فرمانده سپاه هم فرمان تشکیل 500 گردان تازه تأسیس شامل 480 هزار نیرو از جمله 95 هزار پاسدار، 220 هزار بسیجی و 160 هزار سرباز را صادر کرد. اما هنگامی که دیماه فرا رسید در عمل فقط 250 گردان شامل 204 هزار نیروی رزمی تجهیز و آماده شدند. بزرگترین فراخوان نیرو در تاریخ جنگ برای سرنوشت سازترین عملیات تاریخ جنگ. در حقیقت سپاه سعی داشت تا با عملیات کربلای چهار فاز تازه‌ای از حملات گسترده زمینی را به نمایش بگذارد. این موضوع از طرفی می توانست موجب تقویت جایگاه فرماندهان عالی رتبه سپاه در درون ساختار حاکمیت شود تا به اهداف سیاسی خود برای چنگ زدن به قدرت بیشتر دست یابند. یکی از همین فرماندهان بدون شک محسن رضایی بود که از مسببین تبدیل عملیات کربلای چهار به قتلگاه هزاران رزمنده شد. الو الو الان صدا خوب شد، حالت خوبه؟ آخری وقتونو بگیر جان. ها بارکلا بارکلا. الو اشکال نداره، بگو برن جلو آقای حسین. نه الان همه به ادامه بدن، ساعت 10:30 فقط باید درگیر بشید. ساعت 10:30. خب پس رسیدن؟ باریکلا بگو ببین، بگو عاشورا و اینا هم رد بشن جان. نه نه شما همونی که بهت میگم. آقای حسین اون یه پرچم امام رضا برات فرستادیم که انشالله سر صبح رو جاده دوم به اهتزاز در بیاری. رسید؟ ها انشالله من یه پرچم براتون فرستادیم، رسیده؟ این انشالله سر صبح میری رو جاده دوم میبری بالا. کمک کنید که سار الله و کمک کنید که سار الله و امین شریعتی هم رد بشه بره جان. انشالله حتما خداوند پشتیبانت، خون سردیتون رو کاملا رعایت کنید. خداحافظ. عملیات در تاریخ سوم دیماه 1365
در محور ابو الخصیب در جنوب عراق به صورت گسترده و با هدف آماده سازی مقدمات فتح بصره توسط نیروهای مسلح ایران آغاز شد، ولی ظرف چند ساعت به یکی از شکست‌های بزرگ ایران در جنگ تبدیل شد. 60 گردان نیرویی که در عملیات وارد شده بودند با درجات مختلفی آسیب دیدند. هاشمی رفسنجانی به نقل از علی شمخانی قائم مقام فرمانده سپاه تلفات نیروهای ایرانی را 1000 شهید، 3900 مفقود و 11000 مجروح اعلام می کند و می گوید اکثر مفقودها را نیز باید شهید حساب کرد، یعنی بنابر آمار رسمی دست کم 5000 کشته. صدام نیز ضد حمله عراق را حصاد الاکبر نامید، یعنی دروی بزرگ. اما بر اساس روایت عراق از تلفات نیروهای ایران، این ارقام از سوی رژیم جمهوری اسلامی تحریف شده و در اصل چندین برابر بوده. نکته قابل تأمل در مورد آمار تلفات ایران در این عملیات نسبت نامتعارف تعداد کشته ها به نیروهای مفقود الاثر مطابق روایت فوق است که اعلام شده بود به ازای هر یک کشته تقریبا 4 نفر ناپدید شده اند. برای درک بهتر معنای این نسبت کافیست به گفته یحیی رحیم صفوی مسئول وقت عملیات سپاه اشاره کرد که عنوان کرده بود در عملیات بعدی یعنی کربلای 5 حدود 7600 نیروی ایرانی کشته و بیش از 3500 نفر مفقود الاثر شدند که تقریبا به معنی نسبت 1:5 بود. در نتیجه میتوان گفت تعداد بالای مفقود الاثرهای ایران در عملیات کربلای 4 ناشی از عواملی همچون از هم پاشیدن سریع عملیات، عقب نشینی ناگهانی و رها شدن اجساد کشته شدگان در دست نیروهای عراقی بود که باعث شد از آن زمان تا کنون موضوع اجساد شهدای کربلای 4 به یکی از دغدغه‌های مهم زمان جنگ و خانواده‌های چشم انتظار این شهدا تبدیل شود، دغدغه‌ای که تا به امروز حساسیت شدید افکار عمومی را نسبت به اخبار مرتبط با کشف بقایای کشته شدگان و دلایل شکست این عملیات به دنبال داشته است. اما باید دید چرا چنین عملیاتی توسط مقامات و فرماندهان رژیم ایران طراحی شده بود و علارغم لو رفتن متوقف نشد. در طرح مانور عملیات کربلای 4 منطقه ابو الخصیب به عنوان محور اصلی و شلمچه به عنوان محور پشتیبانی انتخاب شده بودند. همچنین محورهای فرعی دیگری تحت عناوین عملیات‌های قدس و عاشورا در مناطقی همچون دهلوران، هورالهویزه و هر نقطه دیگری که قابلیت عملیات داشت در نظر گرفته شد. هدف این بود که با عبور از اروندرود بخش‌های اجرا نشده عملیات بیت المقدس در سال 1361 که فتح خرمشهر را در پی داشت محقق شود و رزمندگان ایرانی بصره را تصرف کنند. اما ارتش بعث عراق با جمع‌آوری اطلاعات از طریق عکس‌های هوایی، شنود مخابراتی و مشاهده دقیق و روزانه فعل و انفعالات نیروهای ایران توانایی خود را ارتقا داده و از مزیت هواپیماهای جاسوسی آواکس نیز برخوردار بود. به گفته جلال طالبانی، یکی از فرماندهان ارشد صدام، عراقی‌ها در زمان کربلای 4 عکس‌های ماهواره‌ای از وضعیت نیروهای ایران را از آمریکا می‌گرفتند. با این اوصاف عملیات کربلای 4 در روز چهارشنبه 3 دی ماه 1365 در منطقه‌ای به طول 40 کیلومتر در حد فاصله پاسگاه زید در شمال شلمچه تا محل پیوستن کارون به اروند آغاز شد و 4 قرارگاه این عملیات را هدایت می‌کردند. این عملیات قرار بود با استفاده از تاریکی شب به صورت ناگهانی انجام شود و هدف آن گرفتن ساحل غربی اروندرود به قصد حرکت تا تصرف شهر بصره در عراق بود. کربلای 4 در واقع بخش از عملیات کربلای 5 بود که با شکست آن 2 هفته بعد کربلای 5 به صورت جداگانه انجام شد. عراقی ها 5 حلقه دفاعی در اطراف بصره ساخته بودند که با آبراه طبیعی اروندرود و آبگیرهای مصنوعی پرورش ماهی در اطراف رودخانه جاسم حمایت می شدند. سرتاسر دریاچه پرورش ماهی با مین، سیم خاردار زیر آبی، الکترود و سایر موانع پر شده بود. همچنین در پشت هر آبراه سیستم توپخانه راداری، پشتیبانی نیروی هوایی و هلیکوپترهای تهاجمی با قابلیت استفاده از گازهای شیمیایی از موازی عراق پشتیبانی می کردند.
حدود ساعت 10 شب فرماندهی پی برد که ارتش عراق حمله را کشف کرده، اما در ساعت 10:30 شب رمز عملیات قرائت شد و یگانها در تمام محورها حمله را آغاز کردند. غواصها باید زودتر از رودخانه عبور می کردند، بنابراین ساعت 21 به آب زدند. بعد از حدود نیم ساعت اطلاع دادند دشمن با تیربار نیروها را زیر آتش گرفته است. این اقدام ارتش عراق مانند شبهای گذشته عادی فرض شد، اما چند دقیقه بعد لشکر 14 امام حسین خبر داد که دشمن روی خط منور زیادی انداخته و با تیربار به نیروهای داخل رودخانه حمله کرده است. حملات عراقی ها روی تنگه متمرکز شده بود. در ساعت 22 فرمانده قرارگاه قدس اعلام کرد که لشکر 31 عاشورا متوقف شده و امکان استفاده از لشکر 41 سارالله نیز وجود ندارد. لشکرهای 14 امام حسین، 21 امام رضا و 31 عاشورا در ساعات نخست حمله تلفات زیادی متحمل شدند، اما باز هم فرماندهی سپاه از جمله محسن رضایی گفت شرایط حاد نیست. به این ترتیب در آغاز عملیات کربلای 4 حدود 15,000 رزمنده ایرانی به رهبری گروهی از تکاوران نیروی زمینی ارتش و غواصان نیمه جنوبی دجله و نیمه شمالی اروندرود را پشت سر گذاشتند و به خاک عراق وارد شدند. سپس خط دفاعی حد فاصل سپاه سوم عراق در شرق بصره و سپاه هفتم در منطقه نزدیک به شبه جزیره فاو را شکستند. محمد علی اصفنانی نماینده مجلس شورای اسلامی در خاطره‌ای با اشاره به اینکه خودش از غواصان حاضر در این عملیات بوده میگوید غواصان نمیتوانستند از کپسول اکسیژن استفاده کنند و باید به صورت شناور بر روی آب حرکت میکردند. طناب‌هایی در دست داشتند تا مسیر را گم نکنند. به دلیل آنکه باید از منطقه های حساس عبور می کردیم، ابتدا یک گروه به عنوان پیشتاز به سمت جزایر حرکت کردند. در همین زمان، هواپیماهای عراقی بر روی آب منور ریختند و منطقه مانند روز روشن شد. در نتیجه ما را دیدند و با تمام تجهیزاتی که داشتند ما را به گلوله بستند. در آن زمان بسیاری از غواصان شهید شدند. ما هیچ راهی نداشتیم. نه می توانستیم از اسلحه استفاده کنیم و نه راه برگشت داشتیم. پس به حرکت ادامه دادیم و به بلجانیه رسیدیم. دژ اول، دوم و سوم را گرفتیم و بیشتر از آن چیزی که قرار بود انجام دهیم در آن عملیات انجام دادیم و به عقب بازگشتیم. در طول مسیر مجبور بودیم به دلیل وجود سیم خاردارها به صورت سینه خیز برگردیم. در آنجا بود که متوجه شدیم بسیاری از بچه‌های غواص و نیروهایی که بعد از غواص‌ها با قایق آمده بودند کشته و اسیر شده اند. ما بعدها عکس‌هایی را که عراقی‌ها در روزنامه‌هایشان منتشر کردند دیدیم که اسرای غواص ما را دست بسته تیرباران کرده بودند. در آن عملیات از 500 غواص کمتر از 200 نفر بازگشتند. غواص و خط‌شکن هستند البته. یعنی خط‌شکن‌ها هم جز این 175 تا هستند. اسامی رو شما می‌شنوید. اما من می‌خوام بگویم که غواص‌ها چه کاری می‌کردند در جنگ. غواص‌ها حساس‌ترین مأموریت خط شکنی رو بر عهده داشتن. یعنی یک ساعت قبل از اینکه عملیات شروع بشه غواصا از ساحل خودی و در دل تاریکی شب به سمت سنگرهای دشمن بایستی حرکت میکردن. علت اینی که به غواصا ما رسیدیم این بود که از سال سوم جنگ به این طرف جنگ به بنبست رسید، به نتیجه رسیدیم جنگ باید بکشونیم توی دریاها، توی رودخونه ها، توی طالابه ها، و در اونجا ناچار شدیم که یک نیروی جدیدی به نام غواصان مجهز بشیم، به طوری که در عملیات بر فجر 8 ما با 2000 غواص به ساحل دشمن حمله کردیم. اما در عملیات کربلای 4 چون بخشی از نیروهای ما وارد شد غواصهای کمتری به خط دشمن زدن. خب مسئله بی سادگی نبود، چون وقتی غواص ها از ساحل خودی رها می شدن به سمت دشمن می رفتن فقط سرشون از آب بیرون بود. با اینکه ما در دل تاریکی شب حمله می کردیم اما حتی نور ستارگان هم سطح آب رو روشن می کرد، و در حالی که دشمن می دید که چیزهای سیاهی به سمت اونها داره میاد، شهدای ما می رفتن، غواص های ما می رفتن. این اواخر در کربلای 4 چون دشمن چشمش از عملیات بر فجر 8 ترسیده بود
آمده بود نورافکن‌هایی رو بر ساحل خودش گذاشته بود، هر یک ساعت، هر سه ربع ساعت این نورافکن‌ها رو روشن می‌کرد، تمام سطح اروند رو و تمام سطح دریا رو با نورافکن می‌دید. قواسا باید در چنین شرایطی می‌رفتن. کارشون چی بود؟ این بود که خودشون رو به تیربارها برسونن، تیربارهایی که تو ساحل بودن تیربارها رو خاموش کنن تا موج دوم که موج قایقها بود اینها بتونن در زیر سایه. در این نبرد نیروهای عراقی برای نابودی نیروهای ایرانی از سلاح‌های مستقیم و حملات سنگین توپخانه استفاده کردند. در نتیجه 12,000 کشته و زخمی برای ایران بر جای ماند. همچنین در این عملیات طی زمانی کوتاه یکی از بزرگترین جابجایی‌ها با استفاده از بالگردهای هوا نیروز، قایق‌های تندرو و هاورکرافت‌های نیروی دریایی ارتش ایران انجام شد و پشتیبانی هوایی، توپخانه‌ها و پدافندی ارتش ادامه داشت. اما به دلیل مشکلات اساسی در طراحی عملیات، نیروهای ایرانی متحمل شکست سنگینی شدند. این درگیری حدود 26 ساعت ادامه داشت و در روز 4 دی ماه با دستور عقب نشینی متوقف شد. اگرچه در بیانیه رسمی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس که در سال 1397 منتشر گردید تعداد تلفات این عملیات کمتر از 1,000 نفر عنوان شد، اما حقیقت بسیار فراتر از آن بود، چرا که تلویزیون عراق تصاویر متعددی از کشته شدگان پخش کرد که نشان دهنده تلفات سنگین نیروهای ایرانی بود. جعفر شیرعلی نیا محقق تاریخ جنگ نیز با رد این ادعا آمار نیروهای مفقود الاثر شده ایران را حدود 2,000 نفر دانست. وزیر دفاع پیشین مصر در کتاب جنگ عراق و ایران کربلای 4 را بدترین عملیات این جنگ از نظر سازماندهی و طراحی مانور خواند و آن را به حمله پیاده نظام مایوس و ناامید انگلیس، فرانسه و آلمان علیه نیروهای سنگر گرفته یکدیگر در جنگ جهانی اول تشبیه کرد. اسماعیل سپهوند رزمنده و نویسنده در کتاب بلدچی درباره شرایط قبل از شروع این عملیات نوشته است: آتشبارهای ارتش عراق وجب به وجب خط را می‌کوبیدند. منور پشت منور در آسمان روشن می‌شد. گویی با زبان بی‌زبانی اعلام می‌کردند که ما منتظرتان هستیم. 5 تا اول با بدرقه فرمانده گردان و فرمانده تیپ 20 که با مزاب بدرقه شد وارد آب شد. 3 نفر سرشون بیرون آب بود. نفر اول جلو بود، شهید محمد رضایی از بچه‌های اطلاعات. وسط گروهان من بودم، سرم بیرون آب بود. یعنی از لحظه ای که وارد من داشتم اطراف رو میپاییدم که چه خبر دارم. و نفر آخرم شهید رنجبر بود که از بچه‌های سبزوار معاون گروهان ستون را افتاد. خب من داشتم دوروبر رو میدم، ساکت و تنها ساکت، بسیار عالی. یه خمپاره یه وقتی یه ور میخود، یه خمپاره یه وقتی یه ور میخود. خلاصه من تو دلم گفتم اشب عملیاتی بشه امشب با این سکوتی. به محض این که به نوک جزیره ماهی رسید گروهان ما، هواپیما آمد فیلر زد. فیلر منفرهایی که 20 دقیقه رو آسمون روشنه، منطقه رو مثل روز روشن کرد. آبم اومد چکار کرد؟ نقش آینه رو بازی کرد. من لحظه های هی سرم اینجوری از زیر آب میمیدم بالا، مثلا سطح آب رو میدیدم، نه اینکه سرم رو از آب بیارم بیرون. بعد یه لحظه احساس کردم که آب دوربرم روشنه. گفتم نکنه چه خبر، آب چطور روشنه؟ خودم منور زدن توی آب. یه لحظه سر آوردم بالا، آسمونم خیلی روشنه، سرم از آب آوردم بالا، دیدم عاشورا شده دیگه. کوشیکا رو عراقی ها کار گذاشته بودن، تیرای رستم میزدن که رو آب همینطور بازی میکرد میومد و اینو عمدن این کار میکردن که احیانا اگر غواصا داخل آب میشن این بهشون بخوره، که خیلی از بچه های ما همینطوری شدن. یعنی ما همینطوری در حال حرکت بودیم، میدیدیم مثلا تناب یکی یکی شروع میشه. بیشترین تلفات ما زمانی بود که ما داشتیم به تنگه نزدیک میشدیم، تنگه‌ای که از دو طرف عراقی داشت لیک میکرد.
هم از سمت اون کارخونه پتروشیمی عراق بود، هم از خود سمت جزیره نوک جزیره ماهی این تنگه رو از دو طرف با ضد هوایی که هواپیمای دشمن داشتی میکرد بچه ها رو میزدن، با دوشیکا میزدن. اصلا دیگه اونجا کلاش بکنن معنی نداشت. زمانی هم که بعدن ما را اسیر کردن که سنگرا رو دیدیم متوجه شدیم که چه تجهیزاتی رو در این جزایر اینا مستقر کردن که شاید سنگراشون هر 10 متری سنگر انفرادی، سنگر دوشیکا، سنگر چالول، حتی دلول، دلولی که هواپیما رو باید شلیک میکردن با اینا به بچه های ما تیراندازی میکردن. و بیشترین تلفات ما، بیشترین شهدای ما در داخل آب بود. ببینید گلوله های مثل کلاش وقتی به بدن اصابت میکنه از اون طرف خارج میشه، ولی گلوله مثل 4.5 چالول یا 2.5 وقتی به بدن اصابت میکنه اون تیکه ای از اون بدن رو جدا میکنه. وقتی به سر مخوره سری وجود نداره، وقتی به دست مخوره دست وجود نداره. و بیشترین شهدای ما اونجا بود، تو همون مسیری که داشتی میرفتی. مهدی رضایی از نیروهای اطلاعات لشکر 31 عاشورا نیز در کتاب لشکر خوبان تاکید کرده است که پیش از عملیات سپاه مطمئن شده بود که نه فقط محل آغاز عملیات، بلکه حتی روز و ساعت شروع آن لو رفته و به دشمنی حمله خواهند کرد که برای همه چیز آماده است. اما با ناهماهنگی‌هایی که میان فرماندهان سپاه وجود داشت، این عملیات با وجود پیشبینی شکست لغو نشد. در دی ماه 1392 محمد اسماعیل کوسری که از فرماندهان سپاه در زمان جنگ بود عنوان کرد که بعد از کربلای 4 هاشمی رفسنجانی در جلسه فرماندهان سپاه گفته بود نمی‌داند در خطبه های نماز جمعه تهران باید چگونه سرنوشت عملیات را به مردم توضیح بدهد، چرا که از 25 فرمانده سپاه حتی حرف 2 نفرشان با یکدیگر یکسان نبود. در خاطرات هاشمی رفسنجانی اشاره دیگری وجود دارد که از غافلگیر شدن وی از شروع عملیات خبر می‌دهد. وی در بخش مرتبط با 3 دی ماه 65 نوشته است معلوم نبود که حمله آغاز می شود یا خیر. آقای سنجقی را به منطقه فرستادیم. نزدیک ساعت 10 خبر دادند که عملیات با نام کربلای 4 آغاز شده است و غافلگیر شدیم. همچنین رفتار تبلیغاتی غلط از طرف مقامات و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در آمادگی عراق برای مقابله با عملیات کربلای 4 نقش بسیار مهمی داشت، چرا که لشکر محمد رسول الله با تبلیغات گسترده و بی سابقه ای راهی جبهه های نبرد شد. برگزاری یک جنگ بزرگ در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی، پخش سرودهای متعدد از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، مصاحبه های پی در پی در خصوص ظرفیت و توان این لشکر که همگی با هدف تهییج و ترغیب جوانان برای حضور در جبهه صورت می گرفت، نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی ارتش بعث عراق را به شدت حساس و فعال کرده بود تا برای رویاروی احتمالی با یک عملیات غیر مترقبه توسط ایران آماده شوند. در خاطرات منتشر شده درباره این عملیات اشارات متعددی به لو رفتن آن وجود دارد، از جمله میرزا محمد سلگی از فرماندهان سپاه در زمان جنگ در کتابی تحت عنوان آب هرگز نمی میرد به وجود شواهد اطلاع عراقی ها از عملیات اشاره کرده است. بمباران اردوگاه قواسانی که قرار بود عملیات را شروع کنند و استقرار سنگرهای متعدد تیربار و پدافند ضد هوایی نیروهای عراق در حاشیه اروندرود که قرار بود محل شروع عملیات ایران باشد از جمله این شواهد بودند. حسین علایی فرمانده یکی از قرارگاه‌های حمله کننده در کربلای 4 نیز میگوید با آغاز عملیات مشخص شد که ارتش عراق در آمادگی کامل به سر میبرد. احمد سوداگر از فرماندهان ارشد اطلاعات عملیات سپاه در این عملیات نیز میگوید نقشه کامل عملیات کربلای 4 و حتی نام همه لشکرها و یگانهای عمل کننده سپاه بعدها در سنگرهای عراقی پیدا شد که معنی آن این است که فردی این کالک و نقشه عملیاتی را برده
و به عراقی ها داده است. حسین علایی همچنین در دلایل لو رفتن کربلای چهار به همکاری اطلاعاتی آمریکا با عراق اشاره می کند. اگرچه آمریکا سال قبل از کربلای چهار مقداری موشک ضد تانک و ضد هوایی نیز به ایران داده بود. در دی ماه 1393 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ مطلبی در همین رابطه منتشر کرد. این مطلب شرح کاملی از شواهد افزایش آمادگی عراق در آستانه عملیات ارائه می‌دهد، اما در آن زمان تحلیل کلی فرماندهان به ویژه محسن رضایی آن بود که عملیات لغو نشود. عملیات کربلا 4 که ما صبح دیگه مطمئن شدیم کجاها بازه و کجاها بسته است، متوقف کردیم، ادامه ندادیم. بعد ما 260 گردان نیرو آورده بودیم پای کار. قرار بود 60 گردان توی مرحله اول وارد بشن. ساعت 3 و 4 به بعد که من متوجه شدم دیگه بیشتر از 40 گردان وارد نکردیم. 20 گردان دیگه رو با اینکه مصمم بودیم همون شب وارد عمل کنیم متوقف کردیم. گفتیم یعنی 260 گردان قرار بود شرکت کنن در عملیات، پس عملیات بزرگی بوده. عملیات بزرگی بوده، منتها مرحله اولش انجام شد. مراحل بعد رو ما نشستیم فکر کردیم که خب حالا چه کار کنیم. خدای متعال به ذهن ما آورد که حالا که از ام الرصاص یعنی از جنوب نمیتونیم به سمت بصره بریم، ولی از طرف دیگه شلمچه راهش باز هست، ما بیایم از شلمچه بریم. گفتیم خب این یه الزامی داره و اون این است که الان که دشمن آماده است، درسته که راه شلمچه بازه و راه ام الرصاص بسته است، ولی بالاخره حضور خود دشمن هم باید یه فکری براش بکنیم. یعنی ما راهکار رو پیدا کرده بودیم، اما دنبال این بودیم که چه کار کنیم. خدای متعال به ذهن ما انداخت که الان موقع خوبیه که این تلاشی که ناکام شده همین رو تبدیل به فریب بکنیم. نه اینکه از اول تو ذهن ما این بود که کربلای 4 فریب بشه، ولی کربلای 4 رو چه موقع تبدیل به فریب کردیم؟ 24 ساعت بعد. 24 ساعت بعد. چرا؟ چون متوجه شدیم که اگه غیر از این عمل کنیم، ولو راه کربلا 5 و راه شلمچه باز هست، میتونیم از طریق شلمچه وارد بشیم، اما موفقیتمون خیلی کم خواهد. عجیب اینجاست که رضایی با گفتن این عبارات نادانسته به لو رفتن عملیات اعتراف و تاکید کرده که حتی فرماندهان لشکرها را از این تصمیم آگاه نکرده است، چرا که معتقد بوده نباید تزلزلی در آنها به وجود می آمده. اظهارات محسن رضایی به معنی آن است که فرماندهی جنگ تصمیم گرفته بود علارغم وجود ریسک 50% لو رفتن عملیات آن را در شب سوم دی شروع کرده و تنها در صورت موفقیت آمیز نبودن نبرد را تا قبل از صبح متوقف کند. به بیان روشن‌تر یعنی قمار بر سر جان هزاران رزمنده ایرانی. محسن رضایی و برخی فرماندهان ارشد سپاه بعدها استدلال کردند که اطلاعات ضمنی عراق از عملیات کربلای 4 موضوع تازه‌ای نبوده و اصولاً هیچ عملیاتی در تاریخ جنگ ایران و عراق نبوده که عراق از کلیت آن مطلع نبوده باشد و در غافلگیری کامل صورت گرفته باشد و عراقی‌ها تا درجه‌ای از هر عملیاتی مطلع بوده اند. برای ما در جنگ عملیات موفق و ناموفق داشتیم. کربلا 4 جز عملیات‌های اصلی ما بود، مثل رمضان که ناموفق شد، مثل ولفج مقدماتی که ناموفق شد. نکته بعد در این موضوع اینکه ما اساساً در همه یک بحثی که من دیدم در این فضای مجازی مطرح می‌شود، یا بعضی ها مطرح می‌کنن و شماتت می‌کنن که چرا عملیات لو رفت، مثلا آقای رضایی دستور عملیات داد. البته این دستور شخصی که نبوده، یک جمعی تصمیم گیرنده بر مسئله جنگ بودن برای دستور دادن و عملیات کردن یا عملیات نکردن. اما یک نکته یک منطق نظامی وجود دارد و اون منطق نظامی اینه، ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لو رفتگی را داشتیم. یعنی شما هیچ عملیاتی را مثلا فرض بفرمایید در عملیات ولفج 8 که ما یکی از غافلگیرانه ترین عملیات های دفاع مقدس همون بود، من شب لب رودخانه نشسته بودم. وقتی غواصهای ما داخل آب شدند، همون وقت دشمن نورافکن روی آب باز کرد. خوندم اون خاطره رو. و بعد دشمن شلیک کرد روی ساحل ما. خب معناش اینه که ما باید عملیات رو لغو می‌کردیم. یا در کربلای 5
من دم دژ روی دژ ایستاده بودم، نیروها آماده میشدن وارد آب بشن برای کربلا 5. دشمن تقریبا نزدیک 100 تا کتیشه توی خط ما ریخت. معناش اینه که عملیات باید لو رفته و ما باید اندازه لغو کنیم. اگر ما چنین تصوراتی رو در جنگ مبنا قرار میدادیم، هیچ عملیاتی رو قادر به اجرا نبودیم. سرلشکر غلامعلی رشید از فرماندهان شناخته شده ی جنگ درباره نقش سلیمانی در کربلای 4 میگوید: از همان ساعات ابتدایی دیدیم عملیات خوب پیش نمی رود. با این حال ساعت 5 صبح قاسم سلیمانی و مرتضی قربانی پشت بیسیم فریاد می زدن که وارد ام الرصاص شده و می خواهیم عبور کنیم و وارد ام الخصیب شویم. یعنی با اینکه اوضاع خراب بود، اینها دم از پیروزی می زدند. مباحث همینطور پیش رفت که ساعت 7 یا 8 صبح آقا محسن به این نتیجه رسید که تداوم این عملیات به مصلحت نیست و دستور توقف دادند. یک جا من یادم هست که در قرارگاه گفت عملیات در رده‌ای به کلی سری لو رفته است. رشید برای اولین بار از جانب محسن رضایی اعلام می کند که عملیات توسط یکی از مقامات ارشد نظام یا به اصطلاح امنیتی به کلی سری لو رفته است. تا به امروز هیچ نهادی درباره این اظهار نظر توضیحات شفافی نداده است. آخرین بررسی ها نشان می دهد که شخصی که کربلای 4 را لو داده یکی از افراد نزدیک به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. در سال 2019 یکی از ماموران سازمان جاسوسی آمریکا با نام جورج کیو در یک کتاب مستند درباره جنگ با ایران از ملاقاتش با علی هاشمی بهرمانی، برادرزاده هاشمی، رئیس وقت جنگ، آن هم چند ماه قبل از کربلای 4 در واشنگتن خبر داد و نوشت بهرمانی از تصمیم ایران برای حمله نهایی به بصره خبر داد و البته جوانتر و خامتر از آن بود که بفهمد دارد چه زیادی حرف می زند. عملیات کربلای 4 نهایتاً متوقف می شود. فرمان عقب نشینی وقتی صادر شده بود که از کل بچه های گردان مالک فقط 15 تن باقی مانده بود و همگی کشته شده بودند. مرتضی قربانی فرمانده لشکر پشت بیسیم به تمام گردان های دیگر دستور عقب نشینی می دهد. با روشنایی صبح کم کم فاجعه مشخص تر می شود. کشته های زیادی روی زمین افتاده اند. شکست کربلای 4 در مجموع باعث سرخوردگی نیروهای ایرانی شد، زیرا قرار بود عملیات سرنوشت ساز باشد. حسین اعلایی در کتاب خود می نویسد شکست عملیات با آن همه امکانات و تبلیغات برای مسئولان کشور و فرماندهان صحنه عملیات بسیار تلخ و آزاردهنده‌ای بود. روحیه نیروهای خودی پایین آمد، روحیه ارتش عراق بالا رفت و تلفات چندانی هم به آنها وارد نشد. محسن رضایی بعد از عملیات کربلای 4 نزد خمینی رفته و درخواست استعفا نموده، اما خمینی استعفای وی را قبول نمی نماید و می گوید بروید با هاشمی فکر چاره باشید. علی‌رغم روایت‌های متناقض و سرتاسر دروغ فرماندهان وقت سپاه پاسداران از جمله محسن رضایی که نقش مستقیمی در انجام این عملیات لو رفته و مرگ هزاران رزمنده ایرانی داشت، پس از چند سال و در پی واکنش افکار عمومی به خبر کشف بقایای غواصان کشته شده در کربلای 4، خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرد و مقصر لو رفتن این عملیات را سازمان مجاهدین خلق، جبهه ملی و نهضت آزادی دانست. اما در کمال ناباوری به نکته دیگری نیز اشاره کرد و افزود که بنابر اظهارات فرماندهی کل سپاه، لو رفتن عملیات از رده‌های بالای سیاسی کشور صورت گرفته است. به گفته احمد غلامپور از فرماندهان عملیات کربلای 5، بعد از شکست سنگین کربلای 4، رفسنجانی در غیاب فرماندهان ارتش جلسه‌ای با فرماندهان سپاه برگزار کرده و از آنان خواسته بود اعلام کنند چه برنامه‌ای برای ادامه جنگ دارند. رفسنجانی در آن جلسه به فرماندهان گفته بود شمایی که اگر کسی حرف آتش بس بزند زمین را به آسمان وصل می‌کنید، اگر شما بگویید جنگ، امام هم می‌گوید ادامه بدهید، اگر شما بگویید نه، امام هم می‌گوید نه، چون نگاه امام به شماست. اگر می‌خواهید بجنگید معطل نکنید، اگر هم نمی‌خواهید بجنگید خودتان بروید و به امام بگویید ما نمیتوانیم بجنگیم. روایت این جلسه نشان میدهد که پس از شکست پرتلفات کربلای 4،
رفسنجانی در تلاش بوده تا از زیر بار مسئولیت عملیاتی لو رفته و نیز گناه خود در اصرار بر ادامه جنگ شانه خالی کند. همچنین مهر تاییدی بر این مسئله است که تصمیمات خمینی درباره جنگ تا چه حد تحت تأثیر خاص رفسنجانی و فرماندهان ارشد سپاه بوده است. لازم به تأکید است که عملیات کربلای 4 با مخالفت بعضی از فرماندهان ارتش و با وجود عدم سواد نظامی سپاه پاسداران انجام شده بود. یکی از آن فرماندهان مخالف علی صیاد شیرازی بود که با برخورد فیزیکی محسن رضایی مواجه شد. در خاطرات یکی از فرماندهان قدیمی جنگ، سیلی محسن رضایی به فرماندهی وقت نیروی زمینی ارتش این گونه بیان شده: راستی سردار، یادت هست آن سیلی که به شهید صیاد شیرازی زدی؟ فرماندهان ارتش که اطرافت بودن و دیدن تو به صورت فرماندهشان سیلی زدی، رگهای گردنشان بیرون زده بود و منتظر بودن با اشاره شهید صیاد تو را تکه پاره کنند. اما دیدی صیاد با تو چه کرد؟ بیچاره‌ات کرد. لبخندی زد و طرفی دیگر از صورتش را آورد و گفت: حالا که از روی برادری زدی، یکی دیگه هم بزنی طوری نیست. به اختلافات صیاد و محسن رضایی، حالا مثلا یه چیزی خیلی کلیشه شده، میگن این درسته، یعنی خیلی از من میپرسن این درسته که مثلا یه جا دعوا شد صیاد زد زیر گوش محسن رضایی و محسن رضایی زد زیر گوش صیاد؟ مثلا میگم من احساس میکنم اصلا این مسئله اصلا فارغ از این که کسی زیر گوش کسی زده باشه، اختلافاتی که اتفاق افتاده فراتر از زیر گوش زدنه. یعنی صحبتایی که شده، حالا من همین چند شب پیش لایوی که تو اینستاگرام داشتم، موضوع اختلافات ارتش سپاه بود و تو این کتاب تاریخ جنگ به ریز پرداختیم. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد در طول جنگ گروهی از فرماندهان با نحوه اداره جنگ مخالف بودند، اما بسیاری از آنها یا در جنگ کشته شدند و یا بعدها مانند صیاد شیرازی ترور شده و حذف گردیدند. لازم است بدانید که بخش مهمی از این مخالفت‌ها به دلیل نوع نگاه تصمیم‌گیران جنگ به موضوع تلفات انسانی بود، چرا که بررسی تصمیمات و عملکرد امثال رضایی، شمخانی، رفسنجانی، حسن روحانی و همچنین روح الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نشان دهنده آن است که سرنوشت و جان نیروهای رزمنده ایرانی در تصمیم گیری برای انجام یک عملیات لو رفته مانند کربلای 4 و یا حتی ادامه جنگی پرتلفات و بی حاصل برای آنها اهمیتی نداشته است. آیت الله منتظری، قائم مقام رهبری در زمان جنگ، در کتاب خاطرات خود با اشاره به بعضی از این مخالفت‌ها نوشته است: گاهی بعضی از فرماندهان شک می‌کردند و می‌گفتند ما داریم زمینه کشته شدن این جوانها را فراهم می‌کنیم، چون به ما امکانات نمی‌دهند و به جای امکانات از نیروهای مخلص استفاده می‌کنیم. فرماندهی و برنامه ریزی قوی نیست. در نتیجه خیلی از برنامه‌ها لو رفت و بچه‌های مردم شهید شدند. منتظری در مهر 1364، حدود یک سال قبل از عملیات کربلای 4، در نامه‌ای از خمینی پرسیده بود: وقتی بعضی از افراد سابقه دار و متعهد سپاه میآیند و میگویند به داد سپاه برسید، جواب آنان چیست؟ اگر مرجع قاطعی برای بررسی خطاها، ضعف‌ها و تقصیرات منجر به شکست‌های پی در پی در 2 سال اخیر در جبهه‌ها وجود داشت و برای جان هزاران جوان که در اثر بی‌احتیاطی از دست می‌روند ارزش قائل بودیم، اوضاع جنگ و جبهه بهتر از حال بود. در سالگرد شروع جنگ ایران و عراق، شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی برای اولین بار سخنرانی غلام حسین افشردی، معروف به حسن باقری، از فرماندهان معروف جنگ را پخش کرد که در جمع تعدادی از همسنگران خود از نحوه مدیریت جنگ انتقاد می‌کرد. وی که در بهمن 61 در فکه کشته شد و آنقدر زنده نماند تا شاهد روزهای بدتر در 2 سال پایانی جنگ و سالهای پس از آن باشد، ظاهراً سخنرانی جنجالی خود را بعد از عملیات رمضان بیان کرده بود که نخستین عملیات ناکام ایران به سمت بصره محسوب می شد. یعنی ما برامون سخت شده شهید دادن در شناسایی، ولی خیلی راحت شده که 300 جنازه رو توی عملیات بذاریم وسط معرکه بیاییم عقب. کار کردن قبل از عملیات خیلی سخت شده، ولی تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده. هیچ به روی خودمون هم نمیاد.
هنوز مطالب این عملیات در داخل مردم منعکس نشده به صورت کامل. الان هست و الان میرید داخل مردم، برای مردم علامت سؤاله که جنازه های بچه های ما کجا هست. باشید برید شهرتون ببینید چه خبره، برید ببینید توی شهری که 100 تا جنازه نرفته خیلی پدر مادر رو برای جنازه بچه هاشون اهمیت داره، برای شهادتش نه تحمل میکنه، زخمی شدنت، معلول شدنت، اضافه شدنت تحمل میکنه، ولی برای جنازه بچه هاشون ارزش قائل. اول جنگ بچه های تبریز تو دهلاویه 70 تا شهید دادن، خدا شده همه تنشون میلرز، حالا 1000 تا، 2000 تا، 3000 تا، اصلا انگار نه انگار. اگه فردان به اون بگن 100000 تا، چیز که اصلا عددا دیگه یک با هزار نیست که دیگه فرقی نده. تخریب چی اومده میده؟ آقا یه گردانی رو معبر کنار دستش باز کردیم به فهمده گردان، میگیم آقا معبر 300 متر دست چپ، بیار نیرو رو از دست چپ از اون معبر میدانه میدارد، بعد در اومده بچه هم میگه چی داب طلبه بره رو میدانه. اینه فهمده گردانی، یعنی ما اینه. و از بیان بگیم که خب من شدم فهمده گردان، من شدم فرمانده کذا دیگه، هیچ چیزی از ما کاری نباید پشت بیشتی میشینه. من نمیدونم فرمانده گردانی که خیلی راحت میشینه میگه که من 4 صبح بود که یه لودر پیدا شد، خاکریز رو شکافتم رفتم، چجوری طاقت داشت تا 4 صبح با یه گروهان فقط تماس داشته، 4 صبح اون یه گروهان هم قطع شده؟ توقع داری که معجزه‌ام بشه؟ بغداد هم بگیریم توی عملیات؟ باید شما تو خط باشی. آره شهید بدیم ما، بعد نتونیم عملیات. خدایا شهید شدیم نشد، ولی حالا تیپ الحمدلله سر جاش، یه گردانا سر جاش هست، ولی 160 برادر ما داریم که دم کانال اسیر شدن، تانک رفت روش رو. من خودم جوابی ندارم برای اون روز قیامت بدم. اگه برادرها جواب دارن خوش به حال، من جواب ندارم بدم. در سال 94 با گذشت حدود 30 سال از کربلای 4، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که اجساد 175 غواص ایرانی را که با دستان بسته شهید شده اند در منطقه ابو فلوس عراق کشف کرده است. شواهد نشان می‌داد بعضی از اجساد دارای هیچ جراحتی نبودند، چرا که جنایتی هولناک رخ داده بود و نیروهای بعثی آنها را زنده به گور کرده بودند. این خبر نتیجه غیر منتظره‌ای داشت و باعث توجه کم سابقه افکار عمومی ایران به دلایل شکست عملیات کربلای 4 در سال 65 شد. شدت این واکنش‌ها به حدی بود که کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد منتقدین نظام به دنبال کودتا و براندازی هستند و خبر کشف اجساد غواصان را حربه‌ای قرار دادند تا بر پیکر نظام پنجه بکشند. مقامات نظام هرگز آمار کل و با جزئیات کشته شدگان دو عملیات کربلای 4 و 5 که دیماه 65 را به خونین ترین ماه جنگ ایران تبدیل کرد اعلام نکردند. اما حسین اعلایی از فرماندهان ارشد عملیات کربلای 4 در کتاب خود درباره عملیات کربلای 5 از 12000 کشته و مفقود و 15000 مجروح نام می‌برد که در کنار 5000 کشته و 11000 مجروح در کربلای 4 در مجموع آمار رسمی کشته و مجروحان این دو عملیات را به 17000 کشته و 26000 مجروح می‌رساند. چنین حجمی از کشته و مجروح در وضعیتی رخ داد که نه پیروزی عراق در کربلای 4 و نه پیروزی ایران در کربلای 5 به یک پیروزی راهبردی و تعیین کننده که اراده یکی از آنها را بر دیگری تحمیل کند تبدیل نشد. با وجود نبردهای شدیدی مانند کربلای 4 و 5، هیچ یک از دو طرف در تمامی 8 سال جنگ موفق نشدند حتی یکی از مراکز استانهای همدیگر را تصرف کنند و جنگ عمدتاً در نواحی مرزی دو کشور ادامه یافت. جمهوری اسلامی علارغم اشتباهات متعدد راهبردی و تاکتیکی در طول جنگ، در عمل ارتش عراق را از خاک خود بیرون راند. با این وجود، فرماندهان ارشد و مسئولان عالی جنگ
در ارزیابی توان عمومی کشور برای براندازی حکومت صدام از طریق ادامه جنگ اشتباه کردند و طولانی شدن جنگ زیانهای بسیاری برای ایران در پی داشت که مهمترین آن افزایش شمار کشته شدگان جنگ تا دست کم بیش از 220 هزار تن بنابر آمارهای رسمی بود. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفاً با نوشتن نظرات ارزشمند خود ما را در مسیر تولید محتوای بیشتر و بهتر یاری کنید.